همراه میشیم با جواد یوسفی، تحلیلگر سیاسی از بارسلونا. یوسفی خوش آمدید. به ما بگید چه خبر از انتخابات و چه خواهد شد به نظر شما؟ عرض سلام دارم خدمتتون. عرضم به حضور شما، انتخابات در یک زمانی، در واقع زمان انتخاب شده برای این انتخابات، زمان بسیار نامناسبی بود. البته از نظر آقای سانچز زمان مناسبی است، برای اینکه آقای سانچز با توجه به اینکه راستگراها در اروپا در واقع در حال بالا اومدن هستند، تصمیم گرفت در یک انتخابات زودرس این مسئله رو به انتخابات بگذاره. انتخاباتی که در تابستان داغ امسال انجام شد، در حدود 10 میلیون اسپانیایی در مسافرت هستند. در این روزی که انتخاب در روز 23 هوا انقدر داغ بود که خیلی از مردم از خونه حتی بیرون نمی اومدن و بخوان به نقاطی که احسه آرام مراجعه بکنن. در نتیجه در واقع این انتخابات به نظر من باعث تجدید بشه، با توجه به اینکه راهی وجود نداره. ما احزابی رو که داریم احزابی هستند که قابل ائتلاف نیستند، احزابی که جدای طلب هستند، مثل احزاب کاتالونیا و احزاب دیگرمون در کشور باس، اینها قابل ائتلاف نیستند. در نتیجه اگر البته رهبر آقای فیخو، رهبر حزب دست راست اسپانیا، اعتقاد داره که میتونه ائتلاف بکنه، ولی به نظر من این امر اگرم به این ائتلاف انجام بشه خیلی ائتلاف نادرستیه، برای اینکه ما احزابی نداریم که الان بتونن با حزب راست اسپانیا ائتلاف بکنن و حتی با حزب چپ اسپانیا، چون احزابی که قبلا با آقای سانچز ائتلاف کردن اعلام کرده بودن که ما در آینده با به خاطر ضعف کاری ایشون در حکومت ما دیگه نمیتونیم با این در واقع با این حزب ائتلاف بکنیم. آیا یوسفی اگر که فرض بگیرید که ائتلاف بین احزاب راستگرای میانه و افراطی و ملیگرا شکل بگیره و یک به اصطلاح نماینده، یک رئیس جمهور راست افراطی یا میانه بر سر کار بیاد، چه اتفاقی خواهد افتاد در اسپانیا به نظر شما؟ اتفاق خاصی نمیافته. ببینید، ما به حزب راست میانه که خب سالها حکومت کردن، ما اینجا فقط حزب بوکس رو داریم که یک حزب افراطی است که همونطوری که فرمودید بعد از مرگ فرانکو اولین باریست که وارد حکومت میشه. اهداف ایشون هم مشخصه و اهدافی هست که در واقع اسپانیا انجام داده ولی خب صحبت نکردن. ما فرض فرمایید در مورد مهاجرین، ما مهاجرینی که به اسپانیا میان هیچ امکاناتی مالی رو ندارند. یعنی در واقع به نظر من احزاب چپ از این مسئله که یک کشتی وارد بندر شده و مهاجرین رو برنگردوندن یه مسئله استفاده تبلیغاتی کردن، ولی مهاجر وقتی وارد اسپانیا میشه هیچ امکاناتی نداره. در واقع میاد باید یا شغلهای بسیار پایین رو انتخاب بکنه، بدون بهش چیز نمیدن، فرض کنیم که رزیدنسی نمیدن، مدرک قانونی نداره، در نتیجه یه نونه به قول معروف، به قول ما ایرانی ها، بخور و نمیر به این میدن. فقط استفاده در واقع استفاده تبلیغاتی از این مسئله شده. حالا حزب راست، البته حزب راست افراطی، این مسئله رو اعلام کرده. یک واقعیتیه که با توجه به اینکه نیاز کشور به افراد بخوان چیزی رو به مهاجر قبول بکنن، خب همین کاریست که آلمان میکنه، کشورهای اسکاندیناوی میکنه. خب این کار بدی نیست به نظر من، خب این یه کار مثبتیست، برای اینکه ما اینجا میبینیم مهاجرهایی که میان از ایران یا از کشورهای فرض خاورمیانه میان، چیزی ندارن، امکاناتی براشون نیست، یا باید برگردن یا اینجا واقعا به سختی زندگی میکنن. ممنونم از شما جواد یوسفی، تحلیلگر سیاسی که ما رو همراهی کردید. خواهش میکنم، در خدمت شما.